عربستان سعودی در سال 2024 با اعدام 198 نفر به بالاترین آمار اعدام‌ها از 3 دهه اخیر دست یافته است. این روند افزایشی علی‌رغم وعده‌های مکرر مقامات سعودی برای کاهش استفاده از مجازات اعدام، به خصوص در موارد مرتبط با جرایم مواد مخدر و سرکوب اعتراضات سیاسی ادامه دارد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. بر اساس گزارش عفو بین الملل، عربستان سعودی در سال 2024 بیش از 198 نفر را اعدام کرده که بالاترین تعداد اعدام‌ها در این کشور از سال 1990 تا کنون به شمار می‌آید. این در حالی است که مقامات سعودی علی‌رغم وعده‌های مکرر برای کاهش استفاده از مجازات اعدام، این روند را تشدید کردند. از جمله این اعدام‌ها 53 مورد مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده که به ویژه از جولای امسال به شدت افزایش یافته است. اعدام‌ها نه تنها برای جرائم مواد مخدر، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی نیز استفاده می‌شوند. مقامات سعودی با هدف سرکوب کردن اعتراضات مردمی به ویژه در استانهای شیعه نشین اقدام به اعدام افرادی کردند که در تظاهرات ضد دولتی بین سالهای 2011 تا 2013 شرکت کرده بودند. یکی از این افراد عبدالمجید النمر، افسر بازنشسته پلیس راهنمایی و رانندگی، به دلیل حمایت از این اعتراضات اما با اتهام واهی و دروغین ارتباط با القاعده اعدام شد. عفو بین الملل این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و عدم رعایت اصول محاکمه عادلانه در عربستان دانسته و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بررسی مجدد پرونده‌های افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند شده است. این سازمان تأکید کرده که تنها راه بهبود تصویر بین المللی عربستان پایبندی به قوانین حقوق بشر و استانداردهای بین المللی است. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مقامات سعودی ادعا می‌کنند تنها در موارد خاص و ضروری به اجرای مجازات اعدام دست می‌زنند. اما واقعیت‌های موجود خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد. از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، با توجه به افزایش بی سابقه اعدام‌ها در عربستان سعودی، به نظر شما جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری چه راهکارهایی برای متوقف کردن این روند و دفاع از حقوق محکومان به اعدام به ویژه شیعیان در این کشور می‌توانند اتخاذ کنند؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در از اتحاد و بینندگان محترم شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض کنم. اول اینقدر فشار دیپلماتیک از طریق دیپلماسی فعال تا عربستان رو تحت فشار قرار بدن که اعدام ها رو پایان بدن. تحریم و محدودیت های اقتصادی علی افرادی که در این اعدام ها نقش دارن میتونه به عنوان یک ابزار فشار مؤثر استفاده بشه. راهکارهای جایگزین اعدام به استفاده از مجازات های مانند حبس های طویل مدت یا برنامه های اصلاحی دیگری باید شکل بگیرد. پیگیری قانونی از طریق سازمان های حقوق بشری و محاکمه افرادی که نقش بسزایی در این اعدام ها دارند میتونه تاثیر بسیار مثبتی داشته باشه. این اقدامات کم کم و به تدریج اگر به طور واضح انجام بشه میتونه تغییرات مثبتی در سیاست های عربستان در زمینه حقوق بشر منجر بشه. بله، با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.